همکارم لیلا سعادتی اینجا با من. لیلا، همزمان با رسیدن 40 مهسا امینی، خیزش ایرانیان یک اوج تازه‌ای گرفت. از تو بیشتر بشنویم. دیروز مثل همین 40 روز گذشته واقعا روز تاریخی برای ایران و همه ایرانی ها بود. 40 روز درگذشت و کشته شدن مهسا امینی بود، روز بزرگداشت شعار زن زندگی آزادی بود. این در تمام سراسر ایران جاری و ساری بود، در خیابان ها که خودت گفتی در خبرها بیش از 55 شهر مردم به خیابان اومدن، تجمع کردن، شعار دادن. در دانشگاه ها ده ها دانشگاه دیروز صحنه اعتراض ها بود، محاصره شده بود. بعضی از دانشگاه مصدر نیروهای امنیتی بودند. در کسب و کارها و صنایع ما دیدیم که اعتصاب ها صورت گرفت، کسب و کارها بسته شد در شهرهای مختلف تهران به ویژه، در شهرهای کردنشین، همچنین در اصناف هم همچنین دیدیم که در یکی دو روز گذشته و به ویژه دیروز پزشکان هم به خیابان آمده بودند که مورد خشونت نیروهای امنیتی هم قرار گرفتن، ولی همچنان ماندن در خیابان. در دیروز واقعا یک روز تاریخی بود. در مورد تهران صحبت بکنم که تا پاسی از تهران مثل سایر شهرها مردم در خیابان بودن، شعار میدادن، زنها روسری ها رو برداشته بودن، روسری ها رو آتش میزدن، روبروی ماموران امنیتی میستادن، اونا رو فراری میدادن، به کمک همدیگه میومدن. تهران که به هر حال جمعیت خیلی زیادی داره، چندین میلیون جمعیت داره، بزرگ، کلان شهر، پایتخت، از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب، نقاط مختلف تهران درگیر اعتراض ها بود، مردم اومدن به خیابان. حتی محله های جدید، چون این محل محور بودن اعتراضا داره دیگه خیلی جدی تر میره جلو. مثلا در سراج که شرق تهران از خیابون سراج، در روزهای گذشته ما تجمع کمتری در اونجا میدیدیم، ولی دیشب دیدیم تا پاسی از شب مردم در خیابون بودن. یا در خیابون دلاوران، بازم شرق تهران است و کسب و کار فروشان اونجا هست و مغازه‌های زیادی اونجاست، مغازه‌ها رو بستن مردم و به جمعیت معترض پیوستن. اما در شهرهای دیگه، البته که در بخش‌های مختلف خبری ما اینا رو پوشش میدیم، تصاویر بیشتری داره به دست ما میرسه، در شهرهای دیگه هم تا پاسی از شب مردم در خیابان بودن. تصاویری الان آماده داریم از همدان و قصر شیرین که اونا رو الان با هم ببینیم. همراه با اعتراض سراسری از اوایل صبح، شهرستان مهاباد، کلیه بازار، کلیه مغازه ها، پاساژها کلن در اعتصاب و تعطیلی به سر میبرن. مردم با حضورشون در خیابونا با ماشین ایجاد ترافیک کرده. کلیه مغازه های مهاباد تعطیله، بازار یک پارچه تعطیله. امروز چهارشنبه، بازاری بوکان، خیابان کمربندی اعتصاب کردن به خاطر 40 مهسا امینی. امروز 40 مهسا امینی اعتصاب کردن. خب لیلا، همینچون که گفتی، علاوه بر این که دانشجوها در تمام دانشگاه تقریبا میشه گفت بیرون اومده بودن، دیشب خوابگاه های دانشجویان هم همچنان بعد از پاسی از شب شلوغ و دستا بشنوید. ببین، توی یک هفته اخیر ما میبینیم که بر تعداد خوابگاه های دانشجویی که اعتراض ها رو در اونجا ادامه میدن تا نیمه شب حتی، داره افسوده میشه. یعنی اگه چند شب پیش مثلا 2-3 تا خوابگاه بود دختران، مثلا دیشب دیدیم که بیش از 10 تا خوابگاه دختران که به ویژه دختران هست، البته خوابگاه پسران امیرکبیر هم دیشب شلوغ بود که تصاویرشو بعدا منتشر میکنیم، میبینیم که اونجا هم تجمع خیلی زیادی صورت گرفته در خوابگاه های مختلف. مثلا دانشگاه الازهر دیروز خیلی شلوغ بود، در محاصره نیروهای امنیتی بودن، خودشون که تک جنسیتی هم از برای زناست درگیر شده بودن با نیروهای امنیتی، اونا رو عقب رونده بودن. دیشب هم خوابگاه دانشگاه الازهر همه دانشجو در واقع اومده بودن به محوطه و شعار میدادن.
بودن علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی و شالاشون رو بیشترشون در آورده بودن. اما مثلا در مورد خوابگاه دانشگاه نوشیروانی بابل هم بگم که دیشب دانشجو اونجا اعتراض کرده بودن دخترها، ولی نیروهای امنیتی اومدن به بعضی از دانشجوها تیر ساچمه شلیک کرده بودن، بعضی هم دستگیر کرده بودن. تصاویر خیلی زیادی داریم، مثلا الان هم آماده کردیم، دانشگاه سهند تبریز خوابگاه در محاصره بوده دیشب، محاصره نیروهای امنیتی، ولی دانشجو بودن اومدن شعار دادن. همچنین دانشگاه خوابگاه دختران دانشگاه صنعتی اصفهان هم دیشب به جمع معترضان و ادامه داده بودن. علوم پزشکی های گیلان و همچنین شیراز هم همچنین. تصاویر رو ببینیم و به مرور با تصاویر بیشتری رو منتشر ممنونم کنیم. ممنونم لیلا، ببینیم تصاویر.